Bismillahirrahmanirrahim. درسی امروزی ما شما در برنامه QuickBook کستومر و ویندر است. یعنی کستومر بالای کسی که ما شما اشیا را میفروشیم. ویندر از کسی که ما شما اشیا را خریداری میکنیم. امروز موضوع ما فقط اینمی دو تاپیک است. کستومر و ویندر. خب میایم برنامه QuickBook را باز میکنیم. اگر خواسته باشیم یک کستومر یا وندر جدید را جور کنیم، هم میتونیم که از طریق مینوی کستومر یا کستومر جدید را ایجاد کنیم و هم میتونیم که از طریق مینوی وندر یک وندر جدید را ایجاد کنیم و هم میتونیم که از طریق اینمی left icon bar که شما در قسمت میبینین، اگر خواسته باشیم یک کستومر جدید را ایجاد کنیم، دامی left icon bar که است فقط بالای کستومر کلیک میکنیم. وقتی که بالای کستومر ما شما کلیک کردیم، طرف راست که است یک صفحه یک ویندوی جدید دیگه باز میشه که در این قسمت که است نام تمام کستومرهایی که امرای ما ثبت باشه در اینجا چه میشه ظاهر میشه و در این قسمت بیلنس هایی که پیسی که بالای اونمو مشتری بالای اونمو کستومر ما شما داشته باشیم، یعنی قرضداری که بالای زو داشته باشیم، در این قسمت برای ما چی میشه ذکر میشه. و در این قسمت که است وقتی که بالای یک کستومر ما کلیک کنیم، تمام معلومات زو کستومر انفورمیشن که است در این قسمت برای ما شما ظاهر میشه. در قسمت پایین که است تمام ترانزکشن هایی که امرای اونمو کستومر صورت گرفته در این قسمت چی میشه؟ ایجاد میشه. یعنی اگر ما فرض مثال یک کستومر فکر کنیم به نام سلام خان، وقتی که بالای اونمو سلام خان کلیک کنیم، معلومات یعنی کستومر انفورمیشن از در اینجا برای ما ظاهر میشه و در این قسمت تمام ترانزکشن های ظاهر میشه که اگر ما شما به اون نفر انواز جور کرده باشیم در اینجا ذکر میشه و اگر به اونمو نفر ما سلاره جور کرده باشیم در اینجا ذکر میشه و اگر به اونمو نفر ما شما استیمیت یا کوتیشن ذکر کرده باشیم در اینجا ذکر میشه. یعنی تمام ترانزکشن هایی که راجع به یک مشتری ما انجام دادیم لیست از او که است در این قسمت ذکر میشه. خب اگر خواسته باشیم یک کستومر جدید را در برنامه QuickBooks ایجاد کنیم، برای ایجاد کردن کستومر جدید میم در این قسمت بالا که نوشته که نیو کستومر اینجا بالای زی کلیک میکنیم و در قسمت پایین نیو کستومر را انتخاب میکنیم. وقتی که بالای نیو کستومر کلیک کردیم، یک صفحه یک ویندوی دیگه باز میشه که در این قسمت معلومات عمومی راجع به زمی کستومر از پیش ما میخواد. مثلا برای ما میگه کستومر نید همین مشتری چی نام دارم، نوشته کردم که سلام خان صافی یک مشتری است و در این قسمت اوپنینگ بیلنس از امی مشتری از پیشم پرسان میکنه که آیا فعلا خودت بالای این امی مشتری از سابقه کدام پیسه بالای زی داری یا نداری. اگر داشته باشی در این قسمت او را ذکر میکنه. مثلا ما میگم از سابق ما بالای زی نفر 50,000 افغانی قرض دارم که تانوز برای ما پرداخت نکردم. خب این پیسه از کدام تاریخ است؟ میشه که تاریخ سابقه باشه، میشه که تاریخ فعلی هم نوشته کنیم، مهم نیست. اگر سابق است تاریخ میتونی چینج کنی. من میره انتخاب کردم اوکی کلیک کردم. بعد از برای ما میگه که اینمی نفر ادرس انفورمیشن ازم کستومر را برای ما در اینجا ذکر کن. میگم نام کمپانی از این مشتری که است چیست؟ نوشته کردم که RWCC فرض مثال یک نام برش میدم، نام کمپانی زیست. برز میگه فول نیم ازیره برای من نوشته کو، مثلا مستر فرست نیم میدل اینیشل و لاست نیم. نوشته کردم که اینمی که است مستر است، مستر سلام خان و در این قسمت دیگه لاست نیم که است نوشته کردم صافی. جاب تایتل ازی چیست؟ نوشته کردم کی که است اونر ازمی کمپنی است، یا مثلا نوشته کردم سل ریپریزنتر ازیست، یا مثلا که است
کیشه رزیست من نوشته کردم که سل ریپریزنتد رزیست صحیحه این نفر خب این نفر مین پون نمبر داره یا نداره اگر مین پون نمبر داشته باشه در این قسمت ما شما او را ذکر میکنیم در این قسمت ما نوشته میکنیم که مین پون نمبر از او هسته 79 سی سفر 24 و 25 ورک پون نمبر داشته باشه نوشته که موبایل نمبر داشته باشه در قسمت نوشته که اگر فاکس نمبر داشته باشه در قسمت ما شما نوشته میکنیم مین ایمیل ادرس این نفر داره یا نداره نوشته میکنیم که m.islam.safai@gmail.com ایمین ایمیل از اوست سی سی کورتسی کاپی یا کاربن کاپی اگر ای تو کدام ایمیل دیگه باشه که وقتی که ما شما به این نفر ایمیل میکنیم که یک کاپی از او به او ایمیل هم روان شود به این قسمت ما شما میتونیم رو چی کنیم ذکر کنیم وبسایت داشته باشه در این قسمت ذکر میکنی دیگه چیزی معلومات باشه در ادر وان ذکر کرده ما شما میتونیم در اینجا که هسته ادرس از اون نفر خودش میاد وقتی که ما شما به می کاستومر یک انوایس جور میکنیم انوایس با کدام معلومات جور شوه در اینجا فعلا RWCC سلام خان صفحه ذکر شده اگر چیزی تغییرات میرین داخل از او ادیت میکنین میتونین ادیت کنین سر ادیت کلیک کنین میشه مکمل معلومات نوشته که مثلا نوشته کردم که سیتی از او کابل است پروینسیشن کابل است زیپ کد از او 25000 است کانتری که است افغانستان است دیگه چیزی نوت نوشته میکنین نوشته که اوکی کلیک و اونم معلومات مکمل در قسمت چی میشه ذکر میشه دیگه شیپ توستا یک آدرس عزیزتا وقتی که ما شما برای انوایس جور میکنیم انوایس چیز راجع به شما براتون مکمل به تفصیل معلومات ارائه کردیم وقتی که انوایس برای جور میکنیم دا سر انوایس که هست اینمی معلومات میاره وقتی که وسایل ما برای انتقال میتیم شیپ تو دا کدام جایی را شیپ کنیم دا کدام جا انتقال میتونی آدرس زو باید در این قسمت ذکر شد چون فعلا نیست میتونی از این قسمت هم اد کنی و از این قسمت هم چی میشه اد کردن میتونی مثلا از این علامی پلاس کلیک کردیم میگیم وقتی که وسایل ما شیپ میکنم آدرس زو در کجاست میگیم مثلا نوشته کنم که کابل کارت 4 سیز سیتی در چیست نوشته کنم که کابل سایستا پروینس زیپ کود 26000 25000 و کانتری افغانستان نوشته سایست اگر در خارج باشه در پاکستان باشه در ایران باشه میشه ایران پاکستان نوشته کنیم اوکی کلیک کنیم اینا سل کو شیپ تو ادرس جو اینا میستا وقتی که اینوایس جور میشه به اینا می ادرس جور میشه سایست میشه اینا می معلومات هم کپی کنیم در قسمت ادیت میکنی دلیتش میکنی کار خود است بعد از اون میایم سری پیمنت انفورمیشن از این نفر این نفر اگر برای ما شما پیمنت میکنه خود از این نفر اکاونت نمبر داره نوشته کردم فرض مثال که چل 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 اینمی اکاونت نمبر هست خب امرای از این نفر کدام قرارداد کردیم یا نکردیم زیادتر مردم امرای مشتری خود قرارداد میکنن مثلا میگه اگر تو از پیش ما وسایل یک لک با قیمت 100000 افغانی وسایل از پیش ما خریداری میکنی اگر اینمی پیسه را برای ما در روز پرداخت کنی ما 1% دیگه هم بر تخفیف میدیم و اگر در روز پرداخت نکنی باید در 20 روز پرداخت کنی یعنی اینمی پیسه که 50000 یا 100000 افغانی است باید در 20 روز برای ما پرداخت کنی اگر در 20 روز پرداخت نکنی در 2 روز پرداخت کنی در 5 روز پرداخت کنی ما 2% تخفیف بر دیگه هم بر میدیم اینمی را میگه payment terms که در اینجا امرای ما شما ذکر شده سل کنو اشتا کده 1% 10 net 30 میگه پیسه را باید در 30 روز برای ما پرداخت کنی اگر در 10 روز پرداخت کنی 1% ما باید تخفیف میدون دیگه نوشته کده 2% 10 net 30 اگر پیسه را باید در 30 روز پرداخت کنی اگر در 10 روز پرداخت کنی 2% تخفیف میدون مثلا یا برش میگه کنی do on the receipt تاریخ که در بل ذکر شد در رسپت ذکر شد باید در اونمو تاریخ چکنی پیسه را برای ما پرداخت کنی یا باید در چه نیت 15 دیز باید در 15 روز برای ما پیسه را پرداخت کنی باید در 30 روز پرداخت کنی و باید در 60 روز پرداخت کنی اگر ازمی کدام ترمز خوش داری انتخاب اگر خودت نو جور میکنی میشه که از طریق ادمین خود ما شما یک ترم سر به خاطر ازمی مشتری خود چی کنیم ایجاد کنیم مثلا ما برای از این نوشته می کنیم که 5% 5
net 20 days. Days each نوشتن میکنیم. صحیح است؟ یعنی ده 20 روز بعد پیسه را برای ما پرداخت کنیم. اگر ده 5 روز پرداخت کردی 5% تخفیف پرت میدیم. یعنی پیسه را از پیشت کم بگیریم. و ده این قسمت پایین که است نیت این امینیت نوشتن میکنیم. نیت باید برای ما 20 روز پیسه را پرداخت کنه. 5% تخفیف میدیم اگر پیسه را برای ما در چند روز پرداخت کرد تا 5 روز پرداخت کرد. بعد از فقط اوکی کلیک میکنی یک ترمز خود ما شما ایجاد کنیم به خاطر زمین مشتری. دیگه نوشته که در prefer delivery method وقتی که ما شما وسایل برای زوی دلیور میکنیم میتود دلیوری از چیز به ایمیل است به میل است میگیم نه انتخاب. صحیح است دیگه prefer payment method اینمی مشتری که برای ما شما پیسه را پرداخت میکنه به شکل چی پرداخت میکنه؟ به شکل کیش، به شکل چک، به شکل ماستر کارت، ویزا کارت میگن نه به شکل کیش برمی پیسه پرداخت میکنه. خب اگر کریدیت کارت باشه باز میشه که کریدیت کارت نمبر اینجا نوشته کنی، اکسپایر دیت از اینجا نوشته کنی و نیم آن دا کارت مثلا این کارت مربوط کی میشه اما نام یوز نفر نوشته میکنی، ادرس شه، زیپ کد یا پستل کدش نوشته میکنی. چونی کیش پرداخت میکنه ضرورت پرسی نیست. دیگه کریدیت لیمیت چی را میگه؟ کریدیت لیمیت را میگه ما امرا یک مشتری قرارداد میکنیم یک ترمز جور میکنیم که بیادر تو از پیش ما میتونی که از تا 200,000 افغانی آشیا را به قرض از پیش ما ببری. این اگر خریداری تا 200,000 افغانی میکنی مشکل نداره پیسه را میتونی 20 روز 50 روز پسانتر برای ما پرداخت کنی. از 200,000 افغانی تو نمیتونی بیشتر آشیار از پیش ما به قرض ببری. این امیر میگه چی؟ کریدیت لیمیت. ما نوشته کردیم که این نفر از پیش ما میتونه که تا چه پیسه؟ تا 200,000 افغانی پیسه از پیش ما به قرض ببری. پرایس لیول چی را میگه؟ پرایس لیول یک کواندی بسیار مهم است که راجع به ازی ما شما در بعد ازی موضوع بعد از کستومر چه میکنیم؟ گپ میزنیم. چون یک موضوع جداست اگر ما شما در مینوی لیست بیاییم سر کده اینجا امره ما پرایس لیول لیست هم است و بلینگ ریت لیول لیست هم است. پرایس لیول لیست بخاطر از استفاده میشه که یعنی اینمی مشتری که تو جور کردی در کدام لیول میه، در لور لیول میه، در میدیم لیول میه یا در تاپ لیول میه. یعنی مشتری تاپ ایت است، میدیم ایت است یا لور ایت است بخاطر از استفاده میشه. و راجع به زو بخیر پسانتر چی میکنیم؟ کپ میزنیم. اگر امروی از این نفر آنلاین پیمنت سیستم باشه میشه که در اینجا بعضی از معلومات ذکر کنی. ما میگیم که این معلومات اما قسم خالی میمانیم چون این سیستم وجود هم نداره ضرورت هم بلزی نیستن. برز میگیم با سل تکس سیتنگ. سل تکس که هست موضوع جداسته در مینوی لیست که هست در آیتم لیست که هست ما شما موضوع سل تکس هم میخوانیم چه قسم سل تکس جور میشه، سل تکس چیز بخاطر چی استفاده میشه. سل تکس یعنی مالیه. مالیه از مشتری گرفته میشه به دولت پرداخت میشه. صحیح است؟ اینال اگر این همی مشتری ما از این ما شما تکس میگیریم در اینجا چی میکنی؟ تکسیبل انتخاب میکنی. یعنی مشتری تکس میکن. اگر میگینی تکس از این نمیگیریم نان تکسیبل. این تکس پرداخت نمیکنه. دیگه که هست وقتی که از این قسمت انتخاب کردی از این قسمت هم میتونی. اگر اوت آف استیت انتخاب کردی به این معنی که از این ما شما مالیه نمیگیریم. دیگه ریسل نمبر اگر این مشتری بالای از این مشتری ما شما این تو اشیا رو میفروشیم که وقتی که او رو باز دوباره این میفروشه از این چی رو لایسنس نمبر کار داره. از این لایسنس نمبر مردم یا دولت پرسان میکنن که تو همی اشواره که میفروشی لایسنس از زیر داری یا نداری. اگر ما شما اجازه زیر که بخاطر ازی که اشواره یا آیتم دوباره بفروشه داده باشیم اونمو ریسل نمبر به اینجا چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. دیگه هست ایدیشنل انفورمیشن. ایدیشنل انفورمیشن معلومات اضافی است راجع به کاستومر ما شما. اینمی کاستومر ما چه قسم کاستومر است؟ اینجا انواع کاستومر است. میگیم هول سیل والا است. صحیح است؟ دی اینمی خود کاستومر ما شما کدام سیل ریپرزنتیتر داره یا نداره. اگر داشته باشه ذکر میکنه، اگر نداشته باشه خالی میمونه. صحیح است؟ اگر ذکر میکنه میتونه از طریق ارنی یک سیل ریپرزنتیتر نیم ذکر کنه. مثلا نام ازوستا فهیم است. صحیح است؟ اگر میخوای ای تانوس میگه ثبت نشده، میخوای کویک ارت کنی اگر نه میگم کویک ارت کنی را ای چیستا میگم ای که از دا امپلایی ما میاد یا دا ادر میاد و
اوکی کلیک کو بعد از او سیلز رپرزنتیتر اینیشیل از چیز اف است و چی نام است ادر نام است فقط اوکی کلیک کو ایده اینجا امرای ما چی شد ذکر شد جاب انفورمیشن موضوع جدا است راجع به ذکر بزن اگر تو در قسمت فیلدهای اضافی دیگه کار داری میتونی که از طریق دیفاین کاستوم فیلد کسی را اضافه کنی مثلا ما در قسمت کار دارم که وبسایت ادرس صحیح است وبسایت ادرس در کدام قسمت کار داری در کاستومر کار داری در وندر کار داری یا در امپلوی ما بگیم تنها در کاستومر کار دارم صحیح است فقط بعد از اوکی کلیک کو اوکی بگو این اینفورمیشن در جمع ما چی شد اضافه شد دیگه معلومات کار داری هم میتونی اضافه کنی مثلا ما بگیم www.it.com این همی وبسایت عزیزتر فرض مثال برش گفتم خود بعد از او اوکی کلیک میکنیم امرای ما یک تا کستومر مشتری به یک قسمت اضافه میشه که اوپنینگ بیلنس ازو که از 50,000 افغانی است یعنی به این معنی که مشتری از پیش ما 50,000 افغانی قرضدار است در این قسمت تمام معلومات که راجع به زمی کستومر مشتری میشه ذکر میشه و در این قسمت انوایس یا سل آردر و یا هم استیمیتی که ما برازی جور کردیم در این قسمت برای ما شما چی میشه نشان داده میشه این ارسل کو سر به خود یک اینوایس جور شد که اینوایس اینمی اوپنینگ بیلنس است یعنی سر از همی مشتری ما شما 50,000 اکاونت ریسیویبل داریم صحیح است یعنی این پیسه برازو که است اکاونت پیبل است برازی مشتری و برای ما شما چیز ریسیویبل است باید ما شما ایره چی کنیم ریسیو کنیم و این نفر برای ما شما چیست ایره پرداخت کنه و ای از طریق چی دیجا ایجاد شده از طریق یک اینوایس وقتی که اوپنینگ بیلنس به یک مشتری ما شما ذکر میکنیم اتوماتیک اونم اوپنینگ بیلنس از طریق یک ترانزیشن به شکل اینوایس دیجا چی میشه ذکر میشه و نمبر هم نداره ای بود طریقی ایجاد کردن کستومر یا هم مشتری بعد از او که هسته ما شما چی میکنیم میریم سری وندر موضوعات راجع به کستومر بسیار زیاد مانده ای بود فقط ایجاد کردن مشتری در برنامه کویک بوکس اینالی میم اگر ما شما خوشت باشیم که در برنامه کویک بوک وندر اضافه کنیم بخاطر ازی ما شما از امی لفت آیکن بار بالای وندر کلیک میکنیم و یا هم میتونیم که در مینوی وندر بیاییم سری وندر سنتر کلیک کنیم وقتی که وندر سنتر کلیک کرد این همی صفحه باز می سر کمه ایده کلوز کدم و ایدم کلوز کدم رفتم سری وندر وقتی که سری وندر سنتر کلیک کنیم این همی صفحه باز میشه هم از این طریق میتونیم و هم از این طریق اینالی بخاطر ایجاد کردن وندر نو میریم سری نیو وندر وقتی که نیو وندر را کلیک کردی بعد از او نیو وندر انتخاب میکنی یک موضوع دیگه که از یاد مرا ایست که مثل کستومر واری در این قسمت هم نام وندرهایی که امرای تو لیست ذکر میشه و در این قسمت بیلنس های ذکر میشه در این قسمت مکمل معلومات و در این قسمت هم ترانزکشن های ذکر میشه خب حالا من میخوام که یک وندر جدید ایجاد کنم به خاطر ایجاد کردن وندر جدید میایم در بالای نیو وندر کلیک میکنیم خب مثل کستومر واری در این قسمت هم امرای ما یک صفحه جدید باز میشه که از پیش ما نام وندر را میخواد مثلا نام وندر ما است اجمل خان و اوپن برزو اوپنینگ بیلنس از پیش ما پرسان میکنه که آیا این نفر بالای شما پیسه داره یا نداره ما میگیم بله 100,000 افغانی از این نفر ما قرض دارستم و این پیسه از کدام تاریخ است از همین تاریخ است تاریخ باش ذکر میگنی دیگه مثل کستومر واری شما در این قسمت هم معلومات ذکر میگنی مثلا من نوشته کردم که نام زوستا اجمل نام کمپانی شد نوشته کردم که QWCC نام زی کمپانی شد مستر اجمل خان ایر نوشته کردم جاب تایتل از ایشیست مثلا نوشته کردم که اونر کمپانی خودی اونر کمپانی است این نفر خب پون نمبر داره ورک پون نمبر داره موبایل نمبر داره تمام معلوماتی که ما شما در کستومر ثبت کردیم در این قسمت هم ثبت کرده میتونیم بعد از میایم در پیمنت سیتینگ این مشتری ای وندر ما شما اکاونت نمبر داره میگیم بله 50 50 50 اکاونت نمبر ازیستر
دیگه پیمنت ترمز امرای زی کدام این نفر امرای شما کدام قرارداد کرده یا نه کرده میگیم بله این مثل که ما امرای مشتری قرارداد کردیم به می شکلی هم امرای ما یک قرارداد کرده این چی معنا میده ده مشتری برتان به تفصیل تشریح کرده میره خب دیگه پرینت نیم آن چک از وقتی که ما شما یک چک برازی پرینت میکنیم یک پیسر برازی ما میدیم چک به نام چی باید پرینت شد به نام QWCC اگر چینج میکنی هم مشکل نداره میشه که بجای از این ما اجمل نوشته کنیم چون این نام کمپانی است اگر باشه خوب است نسبت به نام اجمل اینا مثلا من نوشته کردم اجمل خان دیگه کریدیت لیمیت امرای زو داریم یا نداریم کریدیت لیمیت نوشته کردیم که امرای از این تا 100,000 افغانی داریم دیگه بیلینگ ریت لیول که هست ای د اینجا که هست بیلینگ ریت لیول که هست دمینوی لیست امرای ما ذکر شده راجع به ازی که هست با تفصیل کپ میزنیم بعد از میریم سر تکس سیتنگ این نفر که اگر تکس میده سعیستا یا وندر تکس آیدی اگر تکس میده اما آیدی شده ای قسمت چی میکنی؟ ذکر میکنی دیگه میریم سر اکاونت سیتنگ دا اکاونت سیتنگ که هست دینیم قسمت اگر بعضی اکسپنس اکاونت های اضافی یعنی بعضی دیلای اضافی امرای سیزار مثلا این نفر برای ما میگه که بیادر ما مصارف امی وندر برای ما میگه که مصارف تو از پیش ما اشیا را خریداری کو ما مصارف موتر تمام ایتم یعنی مصارف تیلی که تو میری و میایی تا کمپانی ما ای را برد ما میتم مثلا کرایه خانه تا هر ما ما میتم اگر این قسم کدام دیل امرای امی وندر خود داری میشه که برای دیجه چی کنی؟ ذکر کنی ما بگیم هیچ نوع دیل امرای زی نفر نداریم باز در قسمت پایین additional information است که از پیش ما پرسان میکنی که نوع اینمی وندر تو چه قسم است میگیم این سپلایر ما است فقط برای ما چی میکنه سپلایز میکنه ماتریال اگر کستوم فیلد کار داری میتونی از طریق دیفاین فیلد که است کستوم فیلد هم در اینجا چی کنیم ایجاد کنیم اینی بود امرای ما ایجاد کردن و انتر کردن معلومات راجع به وندر بعد از او فقط اوکی کلیک میکنیم و یک وندر به نام اجمل خان امرای ما چی میشه ایجاد میشه که بیلنس از اینکه است 100,000 افغانی است یعنی اینمی پیسی است که ما باید بر از این اجمل خان چی کنیم پرداخت کنیم که برای ما و شما اکاونت پیبل میشه و به اون نفر که است اکاونت ریسیویبل است اگر طرف راست در این قسمت بیم در وندر انفورمیشن تمام معلوماتی که ما شما پیشتر ذکر کردیم راجع به از این وندر در اینجا چی میشه برای ما شما نشان داده میشه و در قسمت پایین که ترانزکشن است تمام ترانزکشن هایی که امرای از این نفر ما شما داریم یا ما بر از ایجاد کردیم در اینجا برای ما ذکر میشه در این قسمت ببینیم وقتی که ما و شما یک وندر جور میکنیم وقتی که اوپنینگ بیلنس یا بیلنس از این وندر رو ذکر میکنیم اتوماتیکلی او بیلنس از این که است دمی ترانزکشن لیست که است ایجاد میشه که نوی تایپ از این که است بیل میباشه این همی پیسی که شما میبینین برای ما و شما اکاونت پیبل است و به خود مشتری وندر ما شما که است اکاونت ریسیویبل است ای بود امرای ما طریقه ایجاد کردن وندر امروز ما شما طریقه ایجاد کردن کاستومر و طریقه ایجاد کردن وندر خواندیم ای بود دوستا درس امروزی ما شما خدا کنه که یک چیزی را یاد گرفته باشیم